با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام جان دکتر، وقتتون بخیر. سلام، بفرمایید. جان دکتر، من یه مسئله دارم که الان خیلی زندگی من تحت تاثیر قرار میده. الان هم بهتون میگم، اصلا نمیدونم، شاید خیلی پراکنده صحبت کنم. اومدم برای از کجا تلفن میکنه شما؟ من از کانادا. میشه لطفا اینی کمی نزدیک گوشی باشه بلندتر؟ بفرمایید. بله، حالا امیدوارم، میگم با سوالی که شما از من میپرسید شما من بتونم یه مقدار منسجم تر. راجبه چه موضوعی هست؟ اگه بگید راجبه چه موضوعی. من راجبه مسئله که با همسرم دارم و اینکه من خیلی از لحاظ جنسی گرایشی به ایشون ندارم و مهمترین مسئله من در حال حاضر اینه. خب حالا من بگم شما هر دو چند سالتونه؟ من 37 سال و ایشون 38 سال. چه مدتی ازدواج کردید؟ 10 سال. هر دو چه مدتی است در کانادا هستید؟ 3 سال. قبلا ایران بودید؟ بله. هر دو چی خوندید، چه میکنید؟ من ایران فوق لیسانس شیمی و اینجا ام بی ای خوندم. همسرم که مهندسی مکانی. هر دو فرزندان چندم هستید؟ من فرزند اول و ایشون از یه خانواده، یعنی یه برادر دارن و خودشون فرزند دوم. خب شما فرزند اولی از چند تا؟ از 4 تا. چه مدتی هم دیگر میشناختید؟ یه برادر دارم بعد از خودم و 2 تا خواهر. چه مدتی هم دیگر میشناختید که ازدواج کردید؟ 4 تا. خب شما اون واقع که ای متوجه شدید که شش تمایل جنسی یا فیزیکی به ایشون نداری، چرا ازدواج کردید؟ آره دکتر، من بعد از ازدواج بیشتر خوب متوجه شدم و اینکه شرایط کاری همسرم فکر میکنم اون موقع یه جوری بودش که شاید یه مقدار اینو برام راحت تر میکرد این قضیه رو، چون یه مدت بالاخره نبودش به خاطر شرایط کاریش، دور بود و برمیگشت و باز یه تایم با هم بودیم تا دوباره برگرده سر کار و فکر میکنم این خودش یه مقدار شاید برام این قضیه رو قابل آخه اصلا این مسئله نیست که آخه این عزیزم نه ببینید، این یه جنبه مثبت داره، یعنی رابطه جنسی که چیز بد و منفی یا دردآور و رنجآور نیست که آدم بگه حالا که نیست خب چه خوب، بنابراین ما مشکلی نداریم. چرا این نگاه رو شما دارید؟ اگر میتونید در هر کلیتی که باش راحت هستید، چون من نفهمیدم میتونه اگر از آب ببینید عزیز، حرف اول من این هست که اصلا شرط اول این که کسی وارد هر رابطه حتی برای آشنایی بشه فیزیکال اند سکشوال اترکشن، یعنی با نظر فیزیکی و جنسی به این آدم کشش داشته باشید، یعنی به عنوان جنس مخالف صرف نظر از این که سنش یا سوادش چیه، مهم اینه که من این کشش رو به این آدم دارم، دلم میخواد در ارتباط فیزیکی و جنسی با این آدم باشم یا نه، چون این شرط اوله. و اگر هر مسئله ای هست اون باید این رابطه رو همونجا ادامه نداد و قطع کرد. علت چه بارها عرض کردم، شاید برخی از اوقات زیبایی و خوبی و جذابیت و اینا کمکی عادی بشه، نه اینکه کاملا، ولی زشتی عادی نمیشه، نارضایتی عادی نمیشه. با گذشت زمان اصلا به دلیل ماهیت رابطه و ازدواج و اصلا تمایلات جنسی انسان بدتر هم میشه. پس برای من هیچ کس قرار نیست اگر این کشش و جذابیت فیزیکی و جنسی براش وجود نداره درگیر هیچ رابطه بشه. برای که درست مثل که آدم وقتی میره توی رستوران که میخواد غذا بخوره، آدم نمیره توی رستوران بگه من بدم پارچه بخرم. شما خود ازدواج کنید. ازدواج اصلا موضوع اصلی چیه؟ اصلا لغت ازدواج از نظر علمی و جامعه شناسی مجموعه اصول و قوانین است که جامعه میگه چه کسی بر این مبنا میتونه با کسی دیگه رابطه جنسی داشته باشه. اصلا مریج یعنی این. خب شما من بگید از آغاز این کشش رو به ایشون نداشتی؟ که خوشحالیتون نبود که ایشون؟ فیزیکی و چهره همه چی برام خیلی آل جذاب بود، ولی خب. از لحاظ جنسی آقای دکتر نمیدونم اصلا واقعیتش اینه که من نه خب نه سب کنید. یه زمانی هست که یه مشکلی وجود داره، نمیدونم چی، اول باید فهمیدش چیه. یعنی شما الان نمیخوام رو خط رادیو هم توضیح بدید، برخ از اوقات اصلا اون چی که شما فکر میکنید تو انتظار دارید تو درست میدونید همه غلط. دقیقاً. آره خب
این چیزیست که شما با یه خانم روانشناس قرار گفتگو کنید، اولا تکلیف رو روشن کنید که چه اندازه غلطه، به چه درجه غلطه، و در نتیجه وقتی که اون مطرح بشه معلوم میشه چه خبر افرادی هستن عزیز. حتی رو همین خط رادیو زفه ای که دو سه ماه قبل اومدن که من اصلا تمایل به کشش جنسی ندارم، آقای اومده بود هیچ نسبت به هیچ کس. خب این خیلی متفاوته با اینکه من نسبت به این آدم ندارم ولی نسبت به آدمای دیگه دارم با یه ویژگی و شرایط خاص. و بعدم تازه این کشش گونه های مختلف رو داره، یعنی زمین های احساسی عاطفی متفاوتی رو در بر میگیره و به همین جهت هست که رابطه جنسی رابطه بسیار ویژه و اختصاصی است و کاملا متفاوته به هر رابطه دیگری میان هر انسانی از جمله زن و مرد. حالا شما در حدی که رو خط رادیو مایلید، چون من نمیخوام حرفی بزنید که دوست ندارید و باش راحت نیستید، خودتون فکر کنید ای و ایراد شما چیه. بیاد فرض رو بر این بگیریم که ایشون نسبتاً عادی است یا تا حدودی عادی است، شما گیر و گرفتاریتون چیه در جهت داشتن رابطه جنسی و یا هر چیزی که در اون جنبه منفی و بد میبینید که من نمیدونم چیه، یا اونقدر مثبت و خوب نمیبینید، چیه موضوع؟ آقای دکتر واقعیت اینه که من بفت کلی بگم اینه که در کنار ایشون اصلا هیچ احساس زنانگی و زن بودن ندارم، احساس نمی کنم همسر ایشون هستم یا ایشون همسر منه، بیشتر برام یه حس دوست بودن داره، مثل دوست می بینم. حالا نسبت به دیگران چی؟ یعنی شما اگر فرض کنید تو محیط کار هستید، تو محیط خانوادگی هستید، یا آدم غریبه یا یه آدمی به هر دلیلی آشنای فامیل که 5 سال 10 سال میشناسید، فکر میکنید یا اگر کس دیگری همسر شما بود این کشش رو به او میداشتید؟ واقعیت اینه که آقای دکتر من یه سری، حالا نمیدونم درست باشه یا نه، فانتزی میتونم بگم یا یه سری ایدئالایی که تو ذهنم هسته، شاید خیلی به اونا پرداختم، شاید بهش فکر میکنم. اگر آره اینا خب اون مشخصات چیه؟ ببینید از اون مشخصات همین که من بتونم در کنار یه شخصی احساس زن بودن داشته باشم، اصلا این معنی نیم احساس زنانگی داشته باشم. نه نفهمیدم. ببینید عزیز، شما یه چیز رو به خودتون مرتبط میکنید که به دیگری مربوط نیست. یعنی شما این که برگرد بگید این دوتا آقا هستن کنار این احساس زن بودن میکنم کنار نمیکنم که اینکه معنی نداره. چرا؟ شما میتونید برگردید به خیلی چیزها اشاره کنید، حتی میتونید یه لیست 50 تایی برای من بگید که به این 50 تا دلیل من به این آدم کشش دارم به اون ندارم. و بنابراین پرسش منم دقیقا اینه، برای که حل مسئله فقط از این طریق ممکنه که اون فانتزی هایی که شما دارید چیه. فرض بفرمایید این فانتزی میتونه مربوط، اصلا نمیخوام شما جواب بدید، تا به یه آدم جوان یا سالمند باشه، میتونه به یه آدم سفید یا سیاه باشه، میتونه به یک آدم فرض بفرمایید بسیار دانا، توانا، باهوش باشه، یا یه آدم مجبورم اینه بگم بلکه بخوام مثلا یه لات بی سر و پا. چون ببینید من مواردی تو کار تراپی داشتم که فرد اون فانتزیش یه چیزیست که همونجا میشه فهمید از کجا میاد و چرا، و به همین جد است که در حدی که میتونید بگید اونا چیه، یعنی اون کسی که کنارش احساس زن بودن میکنید چیه. آخه اون که به اون آدم که مرتبط نیست. یعنی فرض بفرمایید برجسته ترین تفاوتی که بین همسرتون و یک کسی که در ذهنتون میارید و او رو به گونه ای شما میبینید که موجب میشه شما احساس کنید که زنید، یعنی مثلا فرض کنید اون موقع احساس زن بودن میکنید که مردی از نظر احساسی و حالت رمانتیک و ابراز علاقه باشه یا نه. من موارد داشتم که اصلا من به سمت مردی کشته میشم که با برخورد تند و خشن و حتی نمیخوام بگم حالا بی تربیتی ولی لاتی با من برخورد بکنه، به همین سادگی. و اینا غالب اوقات برمیگرده به خیلی چیزا، یا فرض کنید
من کشش به سمت کسی پیدا میکنم که منو رد کنه، منو نخواد. اون موقع است که من به عنوان یه شکارچی دنبال این راه میفتم و درست مثل برخی از شکارچی ها شکار میزنم ولی بعد بل میکنم و میرم، چون برای من فقط این بودی که شکار رو صید کنم و اصلا قصدم بهره‌گیری از اون نبوده. و این همون چیزیست که متاسفانه برخی از اوقات آدم ها تو روابط پیدا میکنن، من یه کسی بسیار مشتاقه و به سمتشون میاد و راهاشون نمیکنه، ولی ای بس تو بعد از اینکه به رابطه تندر میدن یا احساس میکنن که هیچ خبری نبود، یا اون احساس آدم فکر کنه که هیچی مقد میخواسته یه اسمی رو یا یه عددی رو به شماره های رابطهش اضافه کنه و اصلا براش معنی نداشته. و بعدم بیا مثلا این آدم به یه دلیلی حرصش رو در می آورده. حتی تعجب نکنیم، من میتونم آدم فقیری باشم و بعد وقتی ببینم یه دختری خیلی ثروتمنده فقط بخوام باش رابطه داشته باشم و بهش حتی آسیب بزنم برای که فقط ثروتمنده، برای که من یه خشمی نسبت به فقر خودم و ثروت دیگری دارم. یعنی اینا اون مواردی است که شما باید به حساب بیارید. حالا اگر دلتون میخواد ما بریم پیام ها رو بشنویم و برگردیم، اگر مایلی، چون من نمیخوام شما حرفی بزنید، چیزی که براتون مطرح هست رو بگید، برای که اینکه من احساس زن بودن نمیکنم خیلی مبهم و خالیه، تا مواردی نباشه نمیشه ازش سر در آورد. من واقعا نمیدونم الان چی بگم، یعنی سوالی که شما از من پرسیدید شاید خیلی جواب تو ذهنم باشه ولی نمیدونم چه جوری برای اونا رو بگم. یعنی چی؟ آخه ازم همینجا گرفتاری شما. آخه شما این گمیگیجی رو از کجا دارید؟ شما دارید به من میفرمایید که من یه فانتزی ها دارم، که یکی از اون فانتزی ها که نشون میده نسبت به اون آدم شما کشش دارید علت شم این است که بر اساس فرض کمی عجیب شما پس به من احساس زن بودن میده، که من نفهم یعنی چی احساس زن بودن. یعنی چی؟ یعنی من کسی هستم که دارم میخواد با یه مرد باشم؟ یعنی چی احساس زن بودن؟ میشه اول خودت همینو برای من توصیف کنی؟ یعنی اینکه جناب دکتر من کنار ایشون فقط مثل یک دوستم، اصلا احساس نمی کنم که همسر ایشونم اصلا از لحاظ جنسی هیچ گرایش هیچ کششی برای من ندارن. سوال من بود که از اول نداشتن یا تازه پیدا شده؟ از لحاظ جنس نه همیشه همینطور بوده. چرا ازدواج کردید؟ چرا با یه همچین آدمی خواستید ازدواج کنید که کشش تمایل جنسی ندارید؟ چرا دارید ازدواج میکنید؟ شب عروسی وجود داره؟ چون همه چی بینمون خیلی خوب بوده آقای دکتر، یعنی هنوزم خوبه با وجود مشکلات زیادی که داشتیم، همه چی بینمون خیلی خوبه. یعنی چی بینتون خیلی خوبه؟ میشه بیتونه کلفت نوکر شما باشه و خوبه خیلی خوب؟ آقایی چه همه چی بین ما خیلی خوب؟ آقایی عزیزم درست مثل اینکه من برگرم بگم این رستوران همه چیزش درست غذا نداره. همجوری چیزی میگید عزیز؟ بعد چون این احساسه نمید؟ مسئله همینقدر مهم شده که دیگه واقعا همسر من خب میگه که من به خاطر سنم شاید بالاخره دوست دارم که بچه داشتم و این مسئله خب تا حل نشه، چون الان این از مدتی که اومدیم کانادا این خیلی شدت پیدا کرده و این حس تو من خیلی بیشتر شده. چه حسی در شما خیلی بیشتر شده؟ همین که نمیتونم رابطه دیگه اصلا نمیتونم. قبلا شاید میتونستم خودم رو حتی مجبور کنم ولی الان دیگه اصلا نمیتونم حتی خودم رو مجبور کنم. یعنی چی نمیتونم؟ یه زن که قرار نیست در حالت عادی مسئله نداری خودشو آماده کنه، شما خودتون رو در اختیار ایشون بذارید میتونن رابطه جنسی داشته باشن. چرا میگید نمیتونن؟ خب ندارم این اتفاق بیفته. آخه دوست ندارم عزیز من، آخه شما اینقدر گمی و گیجین، دوست ندارم با نمیتونم خیلی فرق داره. من برگردم میگم دوست ندارم از خونه بیام بیرون، تا برگردم میگم نمیتونم از خونه بیام بیرون. شما دوست ندارید، بعدم که من دارم گفتم نمیخوام حرفی بزنید، شما من میگید اون فانتزی شما چیه که فکر کنید با او دوست دارید که باشید؟ چه آدمی است که واقعی است که در تصورات و تخیلات شما اون چه مشخصاتی داره؟ اون شاید باعث ترین ویژگیش اینه که باعث ایجاد هیجان تو من بشه و یه مقدار شاید حالا محکمتر بالاخره هر چیزی که هست آقای دکتر، الان اینه که شاید این ویژگی ها تو همسر من نیسته. آقا من نمیدونم چه ویژگی هایی نیست عزیزم،
شما که نمیتونید حرف همینجوری تو هوا بزنید. برگرد بگید این خانم یا آقا من بدهکاره، بعد بگم چی؟ پول، کتاب، صندلی، ماشین؟ بگید نمیدونم. شده آقا تمام این سالهایی که ما با هم زندگی کردیم واقعا میگم من هیچ وقت اون هیجانی که بعد رو با ایشون تجربه نکردم، یا همیشه هر وقت برای سفر چیزی برنامه‌ریزی می‌کردم من اصلا دوست نداشتم این اتفاق بیفته و کلم به صورت کلی هیچ وقت احساس تعلقی به این زندگی نداشتم. زندگی کردم ولی هیچ احساس تعلقی نداشتم. یعنی چی تعلق نداشتم؟ شما رو مجبور کردن ازدواج کنی؟ جان؟ شما که مجبور نبودید که با ایشون ازدواج کنید؟ نه مجبور. خودتون انتخاب کرد. خب بعد این کشش رو شما نسبت از نظر جنسی به دیگران داشتید و دارید؟ واقعا هیچ وقت اینجوری که بخوام بهش فکر کنم نه، ولی خب فکر میکنم شاید آره بالاخره پیش بیاد که نازم این گفته بود. شما ببینید عزیز، شما از یه طرف گم و گیج هستید کمی، ولی بیشتر خودتون رو به گمی و گیجی زدید. برای اینکه شاید آنچه که دلتون میخواد بگید یا باید بگید رو نمیگید. منم ابدا اصراری ندارم به هیچ وجه که شما چیزی رو که دوست ندارید، درست نمیدونید، نمیخواید حرف بزنید هرگز. اون بحث برام این گفتگو اینجا چرا گفتم اگه خواستی تلفن رو قطع کنی؟ برای که شما درست مثل یه آدمی است که میگه میخوای به تلفن کنم ولی نمیخواد تلفن کنه، اصلا تلفنم نداره. خب من میگم گفتم اگه دلتون میخواد قطع کنید. چون الان من دقیقا چی باید بگم شما از من بپرسید؟ آخه برای که حرفتون من اصلا به اینجا نرسیدم که شما یک ابدا تمایل جنسی ندارید، دو اصلا یه احساسی دارید که رابطه جنسی چیز کثیف بد گناه مفتضحی است که آدم بهتره نداشته باشه. نه اصلا واقعا دیدگاه همین نیستش که کثیف بده. چرا با ایشون نمیتونید داشته باشه که شوهر شماست که تازه حالا یه چیزی هم میگید که ما همه جوره و هم خوبیم؟ خنده داره است. من برگرم بگم با یه کسی اینقدر دوست و صمیمی هستم، من همینجوری خوب هستم، ولی اگر من بگی $1 بهم بده بهش نمیدم. برای چی بدم؟ حالا چقدر ایشون میدونن این موضوع رو؟ نه کاملا میدونن. خب اگر من الان برگردم به ایشون بگم که شما چی فکر میکنید از همسرتون، اگرم گفتن به من ایشون توضیحشون درباره شما چی عزیز؟ راجب رابطه جنسیتون. اینه که ایشون کلن دیدگاهشون اینه که چون من تو این 10 سال هیچ وقت هیچ ابراز رضایتی نکردم و هیچ چیزی نگفتم، خب ایشون هم براشون مقدار قابل باور نیست، قابل درک نیست. یعنی هر چیزی بهشون میگم میگن من واقعا نمیتونم درک کنم که تو همچین احساسی داری. کدوم احساس؟ شما که احساسی ندارید. چه احساسی شما دارید؟ احساس نخواستن ایشون؟ احساسی که نه نمیخوام، یعنی نمیتونم رابطه داشته باشم. سرکار خانم ببینید، ما یه مقدار لغت داریم که در زبان فارسی معنی داره. من از این که الان صدامو قطع کنم بالا ببرم پایین برم نمیتونم بگم نمیتونم، میتونم بگم نمیخوام. برای که وقتی شما میگید نمیتونم یعنی در توان من نیست، با وجودی که میخوام نمیشه. شما بگید من بگم قدتون رو بلند کنی ظرف یه هفته آینده، میگید نمیتونم. برای به شما بگم که 10 گرم واقعا همینطوره. من اگه تلاش هم کنم که این اتفاق بیفته واقعا انگار یه چیزی درون من اصلا اجازه بهم نمیده. چه چیزی به شما اجازه نمیده؟ میگه ای به این کار چیه؟ نه میگه بدی این کار چیه؟ زشتی این کار چیه؟ درد این کار چیه؟ شما که نمیتونی بگید همینجوری. من برگرم بگم من یه چیزی گذاشتم تو دهنم که یه طعمی داره، ولی به تو میگم طعمش چی؟ بگه نمیدونم طعمش چی. یعنی چی نمیدونی؟ شما چرا خودتون رو به اون راه زدید؟ برای که ببینید عزیز، این یا یه مسئله جنسی خاصه در شما که گفتم من میتونم کند و کاف کنم ولی رو خط رادیو باش راحت نیستم، فکرم نمی کنم مفید باشه، یا اصلا شما یه ویژگی روانی غیرعادی دارید. یعنی علائم یه باورهایی رو نشون میدید که اصلا معنا نداره.
آدم با یه کسی آشنا باشه، اجباری نباشه، بره اصلا ازدواج کنه، بعد حرفش این است که من کنار این آدم احساس زن بودن نمی کنم. حالا اون اصلا به کنار کرده، اصلا بی‌معنی است. حالا دومش این که نمیخوام باش رابطه جنسی داشته باشم. نه اینکه نمیخوام، نه نمیتونم باش رابطه جنسی داشته باشم. قبلا میتونستم، یعنی اگر که میخواستم میتونستم این اتفاق، یعنی میتونستم ترابط، ولی الان واقعا نه انگار نه میخوام و نه میتونم. اوکی، خب برای چی بوندی تو این زندگی؟ چون واقعیت این که آقای دکتر با من هنوزم شک دارم به احساسای خودم، همش میگم شاید من خودم دارم خودم گول میزنم. شاید شما اصلا خودتون گول نمیزنید. شک دارم. شما اصلا مسئله گول زدن نیست عزیزم. شما اینقدر گم و گیجید و خودتون بیشتر به گم و گیج زدن باور نکردنی است عزیز. اصلا من با اولین بار یک کسی اینقدر درباره خودش یه چیزی میگه خودش نمیدونه چی داره میگه. دقیقا درست میگه دایی. حالا خب بنابراین یه خانم روانشناس پیدا کنید، باید صحبت کنید، نه به خاطر مسائل جنسی، ولی به خاطر اینکه واقعا چتونه. حالا یه سوال دیگر ازتون پرسم، فرزند ندارید درسته؟ نه. فرزند میخواید یا نمیخواید؟ من خیلی تمایلی ندارم، ولی همسرم چرا اون دوست داره که بچه داشته. به هر حال یه مسائلی هست عزیز. چه هست رو نمیدونم، گفتم یه کندوکاوی چند ساعته میشه داشت و اینا رو خط رادیو بدم نمیخوام، چون پرسش‌هایی رو میتونم مطرح کنم که احتمالاً یه جوابی بگیرم، ولی کاری نیست که درست باشه رو خط رادیو. اینی که پیشنهادم اینه که یا با یه خانم روانشناس صحبت کنید یا شما همسرتون، حتی شاید خانم باز بهتره، یه خانم روانشناس برید ستایی صحبت کنید. زیاد رفتم پیش دکتر، ولی در نهایت باز واقعیت رو بهتون میگم، باز بیشتر گیج شدم، بیشتر دقیقا هم گیج گنگی که میفرمایید دقیقا هست داری میرم. خب آخه برای که شما، آخه عزیزم من اگر مجبور ببینید عزیز، روزی که من دو تا ما ملاک داریم برای سلامت روانی، درک واقعیت، پذیرش متناسب مسئولیت. شما نه واقعیت رو میدونید و میگید نه مسئولیت رو قبول میکنید. و یه لغت نمیتونم بیمعنیست. یعنی پس بنابراین من با یه کسی روبرو هستم که از نظر من مشکل روانی داره. حالا این چه چیزی هست رو نمیدونم. فرض کنید این میتونه اصلا ناشی از یک اتفاق کودکی باشه، یا یه ذهنیت یا یه آسیب مغزی که یه چیزی رو در ارزیابی و قضاوت دچار اشکال شده، و یا یه توهم و تصوری داره مثلا از رابطه جنسی که قرار مثلا یه زن احساس زن بودن بکنه. که حداقل من میتونم بگم اگر از 1000 تا زن بپرسید احساس زن بودن یعنی چیه، 1000 تا جواب مختلف میشنوید. معنایم نه، همونطور که احساس مرد بودن معنایی نداره. بنابراین فکر کنید ببینید به جایی میرسید، اگر نمیرسید، اگر هم میگید رفتید تراپی و به جایی نرسیدید، دیگه معلومه که پاسخی براش نیست. ولی شما بیش از اون چه که سوال داشته باشید ذهن گرفتاری دارید. از کجا میاد، چرا میاد، هم نمیدونم. برحال مواظب خودتون و همسرتون باشید. متشکرم، ممنون آقای دکتر. خواهش می‌کنم. از وقتتون قربانی.